پاک و بی انباز و یار دستگیر و جرم ما را درگذار، یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها ها زسرار توست. خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی عرض ادب و احترام دارم، حضور همه شما رو در این محفل روحانی و معنوی گرامی می دارم. توفیقی است در خدمت شما. سیری داریم در اندیشه های حضرت حافظ. ما مکتب اخلاقی حافظ رو بررسی می کردیم. در مبحث اخلاق از منظر حافظ رسیدیم به یکی از مهمترین پیشفرض‌های اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن که عبارت است از اختیار و اراده انسان. و اختیار و اراده و انتخاب مهمترین پیشفرض اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن است. بعد از آنی که نگاه حافظ را به مسئله اختیارداری انسان و مسئله جبر گفتگو کردیم، بحث ما منتهی شد به مبحث قضا و قدر و همون سرشت و سرنوشت. خدمت عزیزان اشاره کردیم که تفاوت است بین جبر و اختیار، قضا و قدر، و هم از نگاه الهی بررسی کردیم و هم از نگاه طبیعی و مادی و ماتریالیستی. بحثی که امشب داریم تکمیل و تتمیم همان بحثی است که دو هفته قبل اشاره کردم در ارتباط با نگاه حافظ و مولانا به مسئله قضا و قدر. ابتداعا من شما رو توجه میدم به یه بحثی، و اون بحث این است که در حکمت الهی، یعنی اون کسانی که با نگاه الهی به عالم نظر میکنن و نگاه میکنن، در اثبات وجود خداوند و در توجه به خداوند ما براهینی داریم. مثلا میگن برهان فطرت، برهان حرکت، برهان قانون، برهان وجوب و امکان، براهین مختلفی ما اقامه میکنیم در اثبات وجود خدا، یعنی توجه به این که این عالم یه مبدعی دارد و یه صاحبی دارد. یکی از اون دلائل بسیار قوی برهان نظم است. یعنی برهان نظم در بین براهین اثبات وجود خدا مهمترین برهان. بعد وقتی که نظم را ما در نظر میگیریم که از وجود این ناظم پی به وجود حضرت حق یا خداوند میبریم، نظم را این گونه تعریف کردن: نظم عبارت است از همکاری بین اجزاء یک مجموعه. یعنی یک مجموعه ای رو شما در نظر بگیرید که دارای اجزایی هست، این اجزا با هم همکاری میکنن در راه تحقق یک هدف واقعی. این معنای نظم. نظم یعنی همکاری بین اجزاء یک مجموعه در راه تحقق یک هدف واقعی. یعنی شما وقتی که موبایلتون یعنی تلفن دستیتون رو نگاه میکنید، یه مجموعه ایست از اجزاء مختلف، و میگید در این تلفن دستی من نظم وجود داره. یعنی اجزا با هم همکاری میکنن، همه در راه تحقق یک هدف واقعی. همین ساعتی که الان بنده اینجا دارم و اون ساعتی که اونجا هست، این ساعت یک پدیده منظومه. یعنی چی یک پدیده منظومه؟ یعنی نظم درش هست. یعنی چی نظم درش هست؟ یعنی اجزایی در این ساعت وجود داره که این اجزا با هم دارن کار میکنن در راه تحقق یک هدف واقعی. و حالا اینکه اگر ما این ساعت رو زیر گوشکوب خوردش بکنیم، اجزایش رو متفرق بکنیم، ما میگیم در اینجا نظمی مشاهده نمیشود. اما ساعت رو که شما نگاه میکنید، در این ساعت نظم مشاهده میکنید. و کسانی که مادی و ماتریالیست هستند، یعنی نگاه الهی ندارن، اونها هم به نظم اعتقاد دارن، نظمی در عالم وجود داره. اما ما که الهی هستیم و از این نظم میخواییم
پی به وجود خداوند ببریم، در اینجا یه بحثی هست که میگن باید تفاوت قائل باشید بین علت فاعلی و علت غایی. این رو توجه بکنید، ما یک علت فاعلی داریم و یک علت غایی داریم. علت غایی یعنی هدف و اون نتیجه، علت فاعلی یعنی کننده کار. یه مهندسی که اینجا میاد و یه ساختمانی رو میخواد بنا بکنه، در اندیشه این مهندس یه علت غایی وجود داره که به اون علت غایی فکر میکنه، بعد گزینش میکنه اجزا رو چگونه قرار بده تا اون هدف و غایت تحقق پیدا بکنه. اون مهندس علت فاعلیه و اون غایت میشه علت غایی. یه نفر میخواد یه کتاب بنویسه، خب کتاب هم یه پدیده منظومه دیگه، یه علت فاعلی ما میخواییم که این کتاب رو بنویسه، اما در کنار این علت فاعلی که باید کننده باشه، باید علت غایی هم باشه. یعنی بگیم شما کتاب برای چی میخوای بنویسی؟ هدف خودش رو از نشر کتاب و از تدوین کتاب تو ذهنش تصور میکنه، بعد کلمات رو گزینش میکنه، از بین میلیون ها کلمات کلماتی رو گزینش میکنه. اگه کتاب رمان عشقیه، این کلماتی که گزینش میکنه متناسب با هدف کتاب گزینش میکنه و گزینش میکنه. پس هر جا که نظم مشاهده میشود، شما علت فاعلی رو حس میکنید و علت غایی رو هم متوجه میشید و غیر از این دوتا یه گزینشی رو هم شما میبینید که گزینش کرده دیگه. خب از این چه نتیجه ای میگیریم؟ از این نتیجه رو میگیریم که هر جا که ما نظم مشاهده بکنیم، فاعل با شعوری پشت اون نظم وجود داره، نه فاعل فقط. فرق بین یک آدم مادی، یعنی کسی که خدا رو قبول نداره، و کسی که اعتقاد به وجود خدا داره در همین جاست، که اون علتی که برای عالم قائل میشه علت فاعلیه. اما ما اگر میگیم این علت فاعلی، این علت فاعلی حتما شعور داره. یعنی اگر یکی از کتابهای سعدی رو به دست شما میدن، شما کتاب رو باز میکنید، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قرب است و به شکرندرش مزید نعمت، شما که میخونی لذت میبری، میگید این حتما فاعلی بوده که این کارا رو کرده، اما این فاعل شعور داشته و با شعورش چه گزینش قشنگی انجام داده. هر چی گزینش ها بهتر و زیباتر و بجاتر، شما به شعور او بیشتر پی میبرید. توجه فرمودید. حالا وقتی که ما در این عالم و در این کیهان ها و کهکشان ها و همه این اتم ها و بی نهایت کوچک ها و بی نهایت بزرگ ها نظم را اثبات می کنیم، پی می بریم به یک وجود فاعلی که شعور دارد، آگاهی مطلق است، علم مطلق است، خیر مطلق است. بر اساس خیر مطلق و علم مطلق و آگاهی مطلق او داره گزینش می کنه و انتخاب می کنه و قانونمندی در عالم ایجاد می کنه. این رو بهش میگن برهان نظم. از این برهان ما پی می بریم به یک وجود باشعور. و برهان نظم در برابر صدفه و تصادفه. اگه می گیم که این عالم تصادفی نیست، یعنی این عالم منظومه، منظومه یعنی نظم در این عالمه. اما منظورمون چیه؟ تصادفی نیست. منظورمون این نیستش که این عالم علتی دارد، منظور این است که علت دارد، علت با شعور است. یعنی اگر شما وارد یه خونه بشید که ببینید تمام وسایل این خونه به هم ریخته، خب شما میگید این خونه که اینطور به هم ریخته یه علتی داره که اینطور به هم ریخته. اما وقتی که وارد خونه میشید میبینید هر چیزی در جای خودش قرار داره، بازم میگید این نظم یه علتی داره. فرق این نظم و اون از هم پاشیدگی چیه؟ اون از هم پاشیدگی ممکن است که متکی به یک علتی باشه که اون علت شعور نداره. مثلا باد اومده، گربه ای اومده، سگی اومده، این خونه رو به هم ریخته. ولی وقتی که گزینش میشه، مبلمان ها درست چیده میشه، فرش ها، رنگ فرش ها، تلویزیون در کجا قرار بگیره، اینا همه نشون میده که یک خانومه یا یه آقای با شعوری فاعل بوده. ما از این طریق پی میبریم به این که این عالم صاحبی دارد، این عالم متکی به موجودی است که اون موجود وجود مطلق است و وجود مطلق او عین شعور و عین آگاهی است. خب وقتی که ما این رو در نظر گرفتیم، اون موقع این اعتقاد در ما شکل میگیره که این عالم یک نظامی دارد. به اون نظام وقتی که ما نگاه میکنیم،
از اون عالم اعلایی که وجود حضرت حق رو ما تصور میکنیم تا این عالم ماده، هر چیزی بر اساس مقدار و تقدیر و اندازه و حساب شده قرار گرفته. توجه داشته باشید، این اندازه رو در زبان عربی بهش میگن قدر. قضا و قدر یعنی اندازه، یعنی هر چیزی یک اندازه ای داره. یک کتابی هست به نام اثبات وجود خدا، این کتاب بنده 50 سال پیش میخوندم و از روش سخنرانی میکردم. این کتاب مال نظریه 40 تن از اساتید دانشگاه و دانشمندانی که همه خارجی یعنی غیر ایرانی هستن، مال غرب هستن. در اینجا یک شخصیتی که استاد دانشگاه است به نام فرانک آلن، در اونجا میگه اگر کره زمین به کوچکی ماه بود، قوه جاذبه یک ششم قوه فعلی آن میشد. اگر کره زمین به کوچکی ماه بود، قوه جاذبه یک ششم قوه فعلی آن میشد و در نتیجه تمام آبهای دریا و موجودات روی خاک به هوا پرتاب میشد. اگر قطر زمین دو برابر میزان فعلی بود، ارتفاع جو بالا می رفت، فشار بر هر سانتی متر 150 کیلو می شد و هوا به شدت سرد و زندگی محال. اگر حجم زمین به اندازه خورشید بود، در اونجا اثبات می کند که وزن یک حیوان یک کیلویی 150 کیلو و انسان به کوچکی یک سنجاب در می آمد. اگر فاصله خورشید تا زمین دو برابر میشد، سرعت حرکت بر مدار نصف و طول زمستان چندین برابر میشد و همه موجودات یخ میبست. و اگر فاصله نصف میشد، همه موجودات میسوختند. ادله زیادی آورده که در این عالم یک قدری هست و یک نظمی هست و از توی دل این نظم، اون قانونمندی که ما اشاره کردیم به این که سبح اسم ربک الاعلا، پاک و منزه است ربی که اعلاست، الذی خلق، اون که خلق کرد، فسوا، تناسب ها رو به وجود آورد، خلق فسوا و الذی قدر فهدا، قدر یعنی قدر ایجاد کرد. هر چیزی در این عالم قدری دارد، این نظام رو میگن نظام قدر و به دنبال این قدر یه قضایی دارد، یعنی اندازه شده. آب در 100 درجه حرارت به جوش میاد. من اگر این آب جوش رو ازش استفاده بکنم، یه نتیجه ای 100% بر این مترتب است، اون نتیجه رو میگن قضا. یه قدری هست و یه قضایی، هر قدری را که انتخاب بکنی 100% نتیجه ای به تو برمیگردن. اگر بنده که الان دارم اینجا برای شما صحبت میکنم، اگر من آب سرد بخورم الان، از تو یخچال شما آب سرد بیارید، بلا فاصله اثر میگذاره روی این تارهای صوتی من و فردا من نمیتونم سخنرانی بکنم. این اثری که این آب سرد میگذاره، این قضاییست که نصیب من میشه و یه قدری هم داره دیگه. آب سرد خودش یه اندازه‌ای، یه میزانی داره. و همینطور اگه آب گرم به من بدید من بخورم، یه اثری داره. اون آب گرم یه قدری داره و یه قضایی داره. تمام موجودات این عالم بر اساس اندازه هستند و با یک اراده هم خداوند اراده کرده. حالا این اراده رو ما نمیفهمیم، خداوند اراده کرده در ازل یک قانونمندی بر تمام عالم حاکم شده است که از این قانونمندی، بحثی که توی فلسفه میکنن، فلاسفه میگن نظام علت و معلول، یعنی نظام علت و معلول یه اصلیست در عالم که شما نمیتونید انکار بکنید. هیچ کس نمیتونه در عالم علم، در عالم تجربه، در عالم فلسفه، در هیچ صحنه علت و معلول رو شما نفی بکنید. و بعد ضرورت بین علت و معلول، یعنی هر حادثه‌ای که تحقق پیدا میکنه متکی به یه سلسله علله که اون علل ضروری باعث ضرورت این شده. و سنخیت بین علت و معلول، جلسه قبلم اینو گفتم، سنخیت بین علت و معلول، یعنی هر علتی معلول، هر معلولی رو ایجاد نمیکنه، علتهای خاص معلولهای خاص ایجاد میکنه. اگه الان من اینجا دارم سخنرانی میکنم، نتیجه این صحبتهای من فهم قضا و قدر در اینجا، نه اینکه فهم مثلا فرض کنید که یه قاعده فیزیکی، چون من دارم راجع به الهیات صحبت میکنم، نه راجع به فیزیک دارم صحبت میکنم. نتیجه این که شما برید حمام، نتیجهش این استش که شما بدنتون شسته بشه، تمیز بیاید بیرون، اما نتیجهش این نیستش که شما از حمام که اومدید بیرون یه فوتبالیست بشید.
نمیتونیم بگیم که آقا علت و معلول باید بینشون سنخیت باشه. این سنخیت بین علت و معلول، ضرورت بین علت و معلول و یک پارچگی که در عالم وجود داره بر اساس اون نظام علت و معلول، این رو بهش میگن قضا و چی و قدر. با یک اراده هم تحقق پیدا کرده. من زیاد از خودم صحبت نکنم، یه چند تا آیه قرآن رو من میخونم بعد حرف حافظم براتون میگم. در قرآن در عرض میکنم خدمت سوره قمر، خداوند میفرماید که انا کل شیء خلقناه بقدر. ما هر چرا که خلق کردیم در این عالم بر اساس ریاضیات خلق کردیم، یعنی هر چه از ذات خداوند صادر شده از اون عالم اعلا تا این عالم ماده، از اون عالم ملکوت تا این عالم عرض میکنم که ناسوت، عالم علیا، عالم سفلا، هر چه دلت میخواد، هر چه میخواد دلت تنگت بگو، این تمام بر اساس ریاضی هستش. توجه فرمودید، انا کل شیء خلقناه بقدر و ما امرنا. اینو توجه بکنید، امر ما اینطوری نبوده که من این پدیده رو خلق کنم، اون پدیده رو خلق کنم، اون پدیده رو خلق کنم. یک امر واحد بوده، یک نظام علت و معلول و یک قانونمندی ایجاد شده است. و ما امرنا الا واحده، امر ما واحد است، کلمحن بالبصر، مانند یک چشم به هم زدن. یعنی شما اصلا زمان در اونجا مطرح نیست، در یک چشم به هم زدن، حالا خدا میخواد به ما تقریب بکنه، در یک چشم به هم زدن تمام این نظامات به اراده من تحقق پیدا کرد. ببین شما الان همینجا که نشستی ها، در یک چشم به هم زدن تمام تهران رو میتونه اینجا ایجاد بکنه، تمام تهران رو شما میتونه ایجاد بکنه. همین الان ایجاد شد، تا من گفتم همه تهران اومد در نظر شما، همین الان ایجاد شد در یک چشم به هم زدن. خلق و تجلی عالم از مصدر حضرت حق عین این است که من دارم فکر میکنم. خدا وقتی خلق میکنه مثل که داره فکر میکنه، ایجاد میشه، همونجا یک تجلی هستش. نگاه کنید، این شعرم از حافظ زمیمه این آیه کردم. حافظ در یکی از غزلیات میفرماید که عکس روی تو، یعنی به معشوق میگه، حالا اینجا معشوق ازلی حضرت حق است، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد. آینه جام یعنی چی؟ یعنی جام شیشه‌ای. آینه، مگه ما نگفتیم که خداوند تجلی میکنه، تمام عالم آینه است و خدا در این عالم تجلی میکنه. خب عکس معشوق تو این آینه جام افتاد. حالا آینه جامم میتونی بگی همون جامی که تو شراب میخورن که میگن جام جهان نما یا جام جمشید یا جام اسکندر، اینا همه توی حافظ اومده. جام اسکندر هم قبلا براتون گفتم که در افسانه ها می نویسن که اسکندر وقتی که می جنگیده توی دریا یک برجی ایجاد که مشرف به دریا بوده و در اونجا یه آینه بزرگی ایجاد کرده بوده که سپاهی که از دشمن از دور می آمد این نشون می داد، رصد می کرد. حالا جام جم هم که جمشید داشت که در اون جام جم همه عالم رو در اون جام میدیدن، مثلا پادشاهان تو این جام نگاه میکردن که الان در فلان جا، که الان این جام جم الان همین فیسبوک و همین تلگرام و همین اینترنته که شما همه چیز رو میتونید حاضر بکنید. اون جام جم سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا. که حافظ میگه شما خود جام جمی. حالا در اینجا هم میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، وقتی که خداوند جلوه میکنه در اون آینه جام، یعنی در اون آینه جلوه میکنه چی میشه؟ وقتی که جلوه گری میکنه معنای عشق را به اهل معرفت انتقال میده، یعنی با این تجلی که یعنی چه معنای عشق را به اهل معرفت خدا انتقال میده. شما هر جا که آینه میبینید، یعنی هر موجود آینه است، یعنی شما الان همتون آینه است، آینه 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 آینه، بنده آینه هم این سبزه ها آینه است، این آینه ها رو که نگاه میکنی عاشق میشی. عاشق چی میشی؟ عاشق جمال میشی. اصلا شما عاشقی دمت، عاشق جمالی. در اندرون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم و او در فغان و در قوقاس. من به دنبال یه معشوقم، اینا چون جلوه او هستن اینا رو به جای اون عوضی گرفتم. وقتی هم به اینا میرسم میگم نه اینا به درد من نمیخورن، یعنی وقتی آدم رسید میگه نه من دنبال یه چیز دیگه هستم، اون بی نهایت، اون عشقی که به دنبال اونه. حالا این صورت رو حافظ میگه که وقتی که جلوه‌گری میکنی تو معنای عشق، معنای عشق رو میگه چی؟ اگه بخوایم عشق رو در عرفان مساوی، عشق مساوی است با چی؟ با می. چرا می با عشق با مساوی با می؟ این می
برای اینکه شما مست میشید، وقتی که می میخورید مست میشید، از خود بی خود میشید. آدم عاشق از خود بیرون میاد، از خود بی خود میشه. حالا حافظ میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف، عارف یعنی کسی که اهل معرفت. وقتی این صحنه ها رو دید، از خنده می، یعنی از این عشقی که این همه عشق دید، در طمع خام افتاد. طمع خام یعنی طمع کرد، اما طمعش چی بود؟ ناپخته بود. چون وقتی که تو را در این آینه ها دید، خودشو دید. چون تو هم از اونی، چون و نفخت و فیه من روحی، من وقتی که این زیبایی ها رو میبینم، خودمو دارم میبینم که خوشم میاد، فکر کردم منم میتونم مثل تو بشم، یعنی خدا بشم، اتحاد عاشق و معشوق. این طمع خامه. عارف از خنده می، یعنی از این جلوه عشق، در طمع خام افتاد. حالا حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، یعنی یک جلوه بوده. این همین آیه قرآنه که میگه چی؟ ما ظهور و ما امرنا الا واحده، امر ما فقط واحد بوده، یعنی خدا یک تجلی کرده است. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. یعنی تو یک تجلی کردی، واحد بود، اما چون این آینه ها مختلفن، هر آینه ای به وهم خودش و هر آینه ای به اندیشه خودش تو رو نشون داد، یعنی هر کس به شکلی تو رو تصور کرد. یعنی وقتی یه نوری میتابه، این نور واحده. اما قدیم دیده بودید که تو حموما و تو بعضی خونه ها شیشه که میذاشتن، شیشه رنگ‌های مختلف داشت، بنفش داشت، قرمز داشت، سرخ داشت، نبود. وقت نوری که از این ور منعکس میشد، این قابل که در برابر این فاعل قرار میگرفت، این قابل اون فاعل رنگ خودش میکرد، که رنگ آبی میشد، که رنگ جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. آبی گفت منم، بنفش گفت منم. بنابراین اینجا میگه اینا اوهامه، ولی اگه این اوهام کنار بره چی میماند؟ لا اله الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. این همه نقش در آینه اوهام افتاد، این همه عکس میو، این همه عشق، نقش نگاری، نقش هایی که دلپذیره که نمود، نگاه کنید، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این همون امر واحد است، توجه داشته باش. پس بنابراین ما از این میخوایم چه نتیجه بگیریم؟ از این میخوایم این نتیجه رو بگیریم که وقتی ما میگیم قضا و قدر، قضا و قدر همون نظام علت و معلول است که خداوند قوانینی قرار داده، یعنی نظامات، یعنی اسباب و علت و معلول، اینا میشن قضا و قدر. قضا و قدر یا عامل در برابر اراده شما نیست. مردم عوام اینطوری فکر میکنن که اگر رفتن دارن میرن مسافرت به سمت سیاتل، این یه زندگی عادیه دارن انجام میدن، اما اگر خدای نخواسته یه مرتبه نرسیده به سیاتل با ماشین زد به یه کامیون ماشینش رفت تو، بگه این قضا و قدر، اینجا یه قضا و قدر اومده و نذاشته ما زندگی کنیم. و حالان که نه، قضا و قدر یک امر ساری و جاری در همه هستی و در همه کائنات، از عالم اعلا تا این عالم سفلا، این نظام، نظام قضا و قدر، یعنی نظام علت و معلول است. خوب توجه داشته باشید. اجازه بدید این آیه رو من بخونم. آیات زیادی من آوردم، اما چون وقت گرفته میشه همه آیاتو نمیرسیم من براتون توضیح بدم، فقط همین یه آیه رو توضیح میدم. یعنی یه آیه مقابلش هم یه آیه دیگه است که دوتا آیه در برابر هم. آیه رو نگاه کنیم، من اول میخونم و ترجمه میکنم. خداوند میفرماید ما اصاب من مصیبت، ای انسان ها، هیچ مصیبتی فی الارض، نه در زمین و نه در جانهای شما نیست. هر مصیبتی که روی این کره زمین و تو جان شما قرار گرفته، حالا میگم این چیه ها، در جان شما مصیبت، خداوند میفرماید ما اصاب من مصیبت، هیچ مصیبتی نیست در روی زمین و هیچ مصیبتی نیست در جانهای شما، الا فی کتاب، مگر اینکه در یک جایی این ثبت شده، یعنی خداوند قبلا ثبت کرده. درست شد؟ خب یعنی اگه الان بنده بیام اینجا یه مرتبه دو تا چرخای جلوی من بترکن، معذرت میخوام، ماشین من بره تو جوب و من نتونم بیام سخنرانی، این قبلا در عالم کتابی ثبت شده و خداوند ثبت کرده و بایدم بشه دیگه. وقتی ثبت کرده دیگه باید بشه دیگه. دیگه من افسر رانندگی که بیاد میگم که ببین آقای عزیز، ما اصاب من مصیبت، میگه وات، میگم بذار من برای ترجمه کنم، میگم هیچ مصیبتی نیست،
مگر اینکه قبلا ثبت شده. وقتی قبلا ثبت شده خب باید انجام بشه، اگه نشه که خب اون خدا چی رو ثبت کرده؟ خودش هم در قرآن داره به ما این رو میگه، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، مگر اینکه در یک کتاب، یعنی کتاب هم حالا توضیح میدن، من قبل ان نبرعها، نبرع از برع میاد، برع یعنی خلقت، قبل از اینکه زمین خلق بشه، قبل از اینکه شما خلق بشید، اینا همه ثبت شد. عجب. ان ذلک علی الله یسیر، یسیر یعنی آسان، این هم برای خدا خیلی آسونه. خداوند یه قوانینی قرار داده یا این حوادث و این مصیبت. اولا بنده اینو توضیح بدم، اولا این کلمه کتاب به معنی کتابی نیستش که ما بگیم که مثلا تو آسمونا یک کتاب خدا نوشته که در تاریخ مثلا نوامبر 2019 در ونکوور یه تصادف میشه، در نمیدونم نوامبر 2019 مردم ایران قیام میکنن، نمیدونم چندین صد نفر کشته میشن، اینا رو خدا نوشته اونجا، همه رو به ملائکه گفته، مینویسه اینا انقلاب میکنن، شام میره، نمیدونم فرح میاد، اون میاد، آقای خمینی میاد. اینا رو همه رو خدا نوشته. این کتاب به معنای امر تثبیت شده، یعنی تثبیت شده. خب چه چیزی تثبیت شده؟ اولا کلمه مصیبت رو من برای شما بگم، معمولا ما مصیبت رو بار منفی براش قائل هستیم، یعنی وقتی میگیم که آقا ما رفتیم اینجا کلاس فلانی، پای صحبت فلانی آقا چه مصیبتی بود، چقدر حرف میزد، مثلا آقا این مصیبتی نمیگید آ، یا مصیبتی به شخصی رسیده، ما میگیم انا لله و انا الیه راجعون، بهتون تسلیت میگیم آقا ما رفتیم تو این بانک اصلا مصیبتی کشیدیم، در صورتی که معنای مصیبت بار منفی نداره. ما اصابه مصیبت یعنی اون چیزی که به شما بر میخوره، به شما اصابت میکنه. حالا ممکنه شما فردا بهتون بگن که آقا شما 62 میلیون دلار لاتاری برد، اینا مصیبته؟ در زبان عرب یعنی لغت نمیگه مصیبت یعنی امر منفی، در قرآن هم هست که خداوند میفرماید که ما اصابکم من فضلهی، اون چی که خدا به شما اصابت کرده از جانب خدا، از جانب فضل خدا. پس بنابراین مصیبت رو بار منفی براش قائل نشیم، ولی معمولا چون در عرف کلمه مصیبت رو تو نگرانی ها، تو ناراحتی ها، انسان عزیزی رو از دست بده، انسان ورشکست بشه، این رو بهش میگن چی؟ نمیدونم مرگجش عقب بیفته، میگه آقا مصیبتیه، من این هفته، من این ماه مرگجم رو ندارم بدم و اینها، این رو ما اینجا مصیبت میگیریم. ولی مصیبت رو حالا شما به معنای امر ناگوار بگیر. خداوند میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض، خوب توجه بکنید، ولا فی انفسکم، در این ارض و در این زمین یه سری دشواری ها، یه سری ناگواری ها وجود داره، اینها رو قبلا خدا ثبت کرده. حالا اجازه بدین قبل از اینکه این ادامه بدم یه آیه دیگه است، اون آیه رو براتون نیاوردم، این آیه در سوره شورا است، خدا ما این همین آیه رو اونجا آورده، میفرماید و ما اصابکم من مصیبت، هیچ مصیبتی نیست که به شما اصابت بکنه، فبما کسبت ایدیکم، مگر اینکه شما خودتون اون مصیبت رو برای خودتون ایجاد بکنید. این آیه با این آیه تناقض نداره؟ یعنی خداوند از یک طرف میگه هیچ مصیبتی نیست در روی زمین و در جانهای شما مگر اینکه قبلا در یک کتابی ثبت شده، حالا در یه آیه دیگه میگه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، شما خودتون در اثر نادانیتون، در اثر توهمتون، در اثر انتخاب بدتون، در اثر زیر پا گذاشتن قوانین، در اثر زیر پا گذاشتن عدالت، به خاطر شهوتتون، به خاطر قدرتتون، به خاطر ثروتتون، این همه بلا سرتون اومد. و بعد میفرماید و یعفو عن کثیر، خدا البته اینجا میاد و یعفو عن کثیر یعنی عفو، یعنی امحاء اثر، اثر این کارهای بدتون رو جلوشو میگیره، و الا اگر بخواد این آثار به شما برگرده همتون نابود میشید. خداوند رحمانه، خداوند رحیمه و جلوی این رو میگیره. خب حالا توجه فرمودید، دو تا آیه در قرآن برای شما گفتم، یکیشو براتون تقدیم کردم، سوره قمر، یکم سوره شورا است، برید پیدا کنید. یک جا خدا میگه هیچ مصیبتی نیست مگر اینکه ما آن را تثبیت کردیم قبل، یک جا میگه نه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. این چیه؟ این همون نظام قضا و قدر. حالا بنده براتون توضیح میدم. اولا توجه بفرمایید، در همین عالمی که ما قرار داریم یک سلسله اموری وجود داره که از نظر ما ناگواره، ولی لازمه نظام علت و معلوله، یعنی لازمه خلقته. تو زندگیمون، اعمالمون رو نیایید، مثل چی؟ مثل بادها، مثل بارانها، مثل طوفانها، مثل سیلها، مثل زلزله ها، اینها در عرض دیگه.
خداوند میفرماید این چیزایی که به شما اصابت میکنه زلزله لازمه، یعنی رانش زمین باید باشه، لازمه این زمینی که بعد رانش داشته باشه، حرکت داشته باشه، حالا زلزله هم ایجاد میشه برای شما ناگواره. شما میتونید خانه هایی بسازید ضد زلزله، میتونید، من بهتون قدرت رو میدم، ولی شما این را بدانید اون اموری که در این عالم برای شما ناگواره، در این عالم ناگواره، تو امور طبیعی ها، در امور طبیعی بنده هست، مثل که سیل میاد، زلزله میشه، طوفان میشه، خداوند میفرماید تمام اینها قبلا در یک جایی ثبت شده. یعنی چی در یک جایی ثبت شده؟ یعنی من مهندس قانونگذار این عالم این قوانین رو قرار دادم، قانون این که این زمین باشه اینی که باید باران هم بیاد و باران ایجاد سیل هم میکنه، این درسته، این تا اینجاش این قسمت اولش درست. فلعرض ولا فی انفسکم، یه سری مصیبت ها هم در جان شما هستش، باز اونم برای شما ناگواره. مثل چی؟ مثل که شما پیر میشی، هی هم میگه من پیر شدم. آقا مگه پیری بده؟ من نمیدونم چرا افسردگی براتون ایجاد میشه، برای که پیر شدم. آقا هی نگو من پیر شدم. خود پیری که برای ما کراهت داره، یعنی الان اگر به شما کسی بگه آقا شما پیر هستی، مخصوصا به خانوما، دیگه پای سخنرانی ما نمیان. آقا شما به چه جرأتی شما به من گفتی که شما اصلا فعلا پیر هستی؟ این پیری در جان ماست. خب یا مرگ، توجه داشته باشید، خود مرگ، مرگ عزیزان در جان ماست دیگه، خود این مرگ یک مصیبت دیگه به ما اصابت میکنه دیگه، اما از نظر ما ناگواره، این مرگ از نظر ما ناگواره. یکی از اساتید بزرگ ما، خدا رحمتش کنه، من میرفتم پای درسش و عرض کنم که از میدون تجریش من صبح زود ساعت 4:30 صبح بیدار میشدم، سوار اتوبوس میشدم میرفتم ناصر خسرو مدرسه مروی، پام همه این برف اومده بود، تمام این پا اینجا همه عرض کنم که خیس شده بود از این برف و اینا، میرفتیم خدمت این استاد در. این استاد یک نکته زیبایی میگه، میگه مگر شما نمیگید خداوند رحمان است؟ و مگر نمیگید رحمت خدا بر غضبش سبقت داره؟ و مگر شما نمیگید که و رحمتی وسعت کل شی؟ خدا میگه رحمت من هر چیزی رو فرا گرفته، یعنی هر چی که وجود داره رحمت خداست. وجود 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 وجود، رحمت رحمت رحمت، همه جا رحمت خداست، آیه قرآن دیگه، و رحمتی وسعت کل شی. اما استاد ما میگفتش که یک رحمتی وجود داره که اون رحمت عامه و همه موجودات رو شامل میشه، و اگر این رحمت درش خیریت نبود خداوند اینو عام نمی کرد و اون رحمت رحمت مرگ است، و به همین دلیل کسی که فوت میکنه میگیم به رحمت خدا رفت، یعنی مشمول رحمت خدا شد. اگر انسان بمیرد به رحمت رسیده است، و مرگ عین رحمت است. از این جهت مولانا مرگ طلب میشه، به مرگ ریشخن میزنه، توجه فرمودید، مرگ اندیشترین عارف دنیا مولاناست و شادترین عارف دنیا مولاناست. مولانایی که میگه مادرم بخت با دست و پدرم جود و کرم، فرح ابن الفرح ابن الفرح ابن الفرحم، این همه میگه مرگ مرگ، بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید. چرا؟ در این که مرگ عرض میکنم خدمتون که رحمت خداوند است. و این جمله را که 40 سال پیش بلکه بیشتر استاد ما به ما گفت، این تو ذهن من بود، تو ذهن من بود، تا اینکه یک کتابی از این ویندایر من گرفتم و ویندایر از قول یک استاد دانشگاه در آمریکا نقل میکرد که چطور ممکن است که مرگی را که خدا برای همه خواسته جزو مکروهات خدا باشد و چیزی باشد که برای بشر بد باشد، بنابراین مرگ، مرگ اگر مرد است، اون خانم گفته گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، اگه مرد بگو بیاد من میخوام یه مرد میخوام بغلش کنم، اون مرگ رو من در آغوش میگیرم. به حضرت علی هم وقتی که ضربت خورد گفت وستو و رب الکعبه، من به خدای کعبه پیروز شدم. نه اینکه حضرت علی دلش گرفته بود حالا بگه که خب از دست شما راحت شدم، نه، اون فستو و رب الکعبه نگاه یک عارف به مرگه، توجه داشته باشید. و این مرگ انقدر شیرینه، من یه سخنرانی راجع به مرگ کردم قبلا، ولی بحث در این هستش که خب این آیات راست میگه خداوند، خداوند میفرماید اگه طوفان میاد، اگه زلزله میاد، اینا رو شما نمیفهمید، اینها لازمه این خلقته، ما قرار دادیم اصابت با شما میکنه، مرگ و پیری و شما که نمیتونید پیری رو تغییر بدید، شما نمیتونید سرعت زمان رو جلوشو بگیرید، نمیتونید، شما نمیتوانید گذشته خودتون رو تغییر بدید،
گذشته شما میتونید گذشتتون رو تغییر بدید، هر چه بکنی شما نمیتوانی گذشته رو برگردونی. بنابراین میفرماید که من قبل ان نبرعها ان ذلك علی الله یسیر. خب حالا توجه داشته باشید، من این آیه رو اول توضیح بدم. ما دو نوع ابتلا داریم، پس این ابتلاات میاد به سمت ما، ولی ما دو نوع بلا داریم، دو نوع ابتلاات داریم. یک ابتلاات که اینها لازمه خلقته و خداوند قرار داده این ابتلاات و این مصائب رو، تموم شد، این آیه اولی است. اما یه سری ابتلاات رو خودمون ایجاد میکنیم، زائیده توهم ما، تخیل ما، نقص ما، حرص ما، طمع ما، طمع میکنیم، حرص میزنیم و یه مصیبتی به ما میرسد. اون آیه بالا، یعنی آیه دومی که خوندم، ناظر به ابتلاعاتی است که خودمون ایجاد میکنیم، که میفرماید و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. در سوره شورا این مصائب است که خودمون ایجاد کردیم. آقا خود تو به دست خودت ایجاد کردیم، خاصی نکنیم. توجه فرمودید، این قضا و قدری که در اینجا گفته میشه به این شکل. و عرض میکنم خدمتون که اون قسمتی که لازمه خلقت، آیه اولی که خوندم که میگه ما اصاب من مصیبت، حالا اینا که گفتم همه رو فراموش کنید، برگردید دو مرتبه این دوتا آیه رو یه جور دیگه نگاه بکنید. و اون یه جور دیگه اینطوریه، اصلا به این دوتا آیه، این دوتا آیه با هم در هم ادغام میشه، یکی میشه. خداوند میفرماید که من در عالم اعلا قوانینی در این عالم قرار دادم. خوب دقت بکنید، یعنی هر مصیبتی به شما برسه، هر چی، طوفان بیاد، زلزله بیاد، سیل بیاد، شما یکی رو بکشی، یه نفر شما رو بکشه، دزدی بکنن، جنایت بکنن، آدم کشی بکنن، هر چی که تو این عالم تحقق پیدا میکنه، ما در قانون قضا و قدر و نظام علت و معلول اینو تعبیه کردیم در عالم. توجه فرمودید جناب؟ یعنی خداوند این قانون رو قرار داده که آب در 100 درجه حرارت به جوش میاد. این آب در اینجا قلقل میکنه. بعد این آب ما برمی‌داریم می‌ریزیم رو صورت یه نفر. ببخشید الان این مثال من می‌ذارم. رو دست یه نفر. دستش می‌سوزه دیگه، نیست؟ بفهمید ببینید اینا کی دست اینو سوزوند؟ خدا. چون خدا این قانون رو قرار داده که این آب که جوش بیاد رو دست بریزه می‌سوزونه. این قضا و قدره دیگه. اما جریان این قضا و قدر به دست من و اراده من بوده. من میتونستم نریزم این آب رو دست این. جریان قضا و قدر به دست ماست. اما اصل قضا و قدر در عالم، خداوند وجود منو یه جوری خلق کرده که این قلب من تحمل گلوله رو نداره. حالا اگر یه نفر اسلحه گرفت به سمت من و شلیک کرد، کی این آدم رو کشت؟ هم خدا کشت، هم این آدم کشت. چرا خدا کشت؟ آقا از کجا شما؟ آقا قلبش یه جوری خدا درست کرده که تیر بهش بخوره میمیره. اینی که دیگه ما قرار ندادیم که. این قانون، این همونیست که میگه که ما در کل هستی این تمام این قوانین رو قرار دادیم. شما این قوانین رو انتخاب میکنی، شما امکان نداره از قضا و قدر خارج بشی. هر چی رو که انتخاب میکنی قضا و قدر. یعنی دو تا دانشجو که دارن درس میخونن، اولی شب بیدار میمونه تا صبح تحصیل میکنه، تفحص میکنه، تحقیق میکنه، بهترین نمره رو میاره، یکی هم میره عرض میکنم خدمتون که کلاب میرقصه و دنبال عیاشی خودش و میاد اصلا نمره هم نمیاره. هر دوتای اینها طبق قانون محروم شدن و رسیدن به یک طبق قانون دیگه، درسته؟ یعنی هر دوتاش قانون دیگه نیست، این قانون رو این انتخاب کرده. اگه از این فرار کنی این قضا و قدر سراغت میاد، اگه از اون فرار بکنی اون قضا و قدر به سراغت میاد. نظام عالم نظام قضا و قدره، هیچ چیز تغییر پیدا نمیکنه، همه چیز به همین شکله. توجه فرمودید؟ خب این معنا انشالله براتون جا افتاده. یعنی وقتی که میگیم که اگه کسی به شما گفت آقا آیه قرآن میگه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، این یعنی چی؟ هیچ مصیبتی نیست مگر اینکه به دست شماست. بله، تمام کارهایی که در این عالم انجام میشه به اراده من، تو اعمال ما ها، به اراده من، من اراده کردم و این آب ریختم رو دست اون، من اراده کردم، شکر به جا آوردم، شکر نعمت، نعمتت افزون کنم. این قاعده است، خداوند این قانون رو قرار داد، این نظام علت و معلول. اون وقت اینم توجه داشته باشید که وقتی که ما راجع به نظام علت و معلول و قضا و قدر صحبت میکنیم، اینطوری نیستش که شما فکر کنید که یه حادثه ای که اتفاق میفته فقط یک علت خاص داشته باشه، یک علت داشته باشه و شما فقط با اون علت مأنوس شدید، بلکه ممکنه علت های دیگه هم داشته باشه. مثلا بنده مریض میشم میرم دکتر، خب این قانون خدا قرار داده، من این قانون رو انتخاب میکنم، قضا و قدر، به قضا و قدر الهی من خوب میشم، درست شد؟ حالا
من ممکنه از یک راه دیگه هم درمان بشم، دعا میکنم. ممکنه شما به من بخندید، نه اینکه دکتر نرم بشینم دعا بکنم، ولی با دعا هم من خوب میشم. خود دعا هم یه قضا و قدره. خدا قرار داد میگه دعا و مرزاکم به صدقه، بیماران خودتون رو با صدقه درمان کنید. شما صدقه بدید، این صدقه در یک جایی اثر داره، اون دعا در یک جایی اثر داره. آقا مکانیسم نذر رازآلوده. ما نذر میکنیم، توجه فرمودید، نذر میکنیم، نذر امامزاده نه، شما برای یه نفر نذر کن، برای یه آدم پاک عفیفه، یا حالا پاک عفیف فرمودید، یه آدم بیچاره، برای اون نذر کن، بگو من برای این نذر میکنم که خدایا مثلا فرض کنید که این استغفار رو برای او انجام میدم، یا این مبلغ رو به او میدم، یا این کمک رو به او میکنم. این نذر، شما کارت راه میفته. میلیون ها کردن و به نتیجه رسیدن، این قضا و قدره. یعنی به جای این اومدی از این قضا احسان بکنید. احسان، انسان وقتی احسان، وقتی خداوند میگه که شما انفاق بکنید یک دانه گندم میشه 700 دانه، این قضا و قدره. ولی واقعا اگه انفاق بکنید اون یک دانه میشه 700 دانه، این قضا و قدره دیگه. منتها شما چی رو انتخاب میکنم، من کدوم قضا و قدر؟ قضا و قدر هرس، قضا و قدر اینکه من چیپ باشم، قضا و قدر اینی که من بخیل باشم، نخیر من نمیدم، این قضا و قدر، اینو من انتخاب کردم. اینم یه نتیجه خاص خودشو داره. اگه اون قدر رو انتخاب بکنی اون قضای متناسب با خودشو داره. من آیات دیگه هم براتون آوردم، تفسیرشو عرض نمیکنن، عین همینه. و عنده مفاته الغیب لا یعلمها الا هو، اینا رو جلسه قبلم خوندم این آیه رو. و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب چی مبین. یعنی این همون قدره، این همون قدری است که خداوند قرار داده است. قل اللهم مالک الملک، اینا آیاتی است که ان شاء الله خود خانم ها آقایون مراجعه بفرمایید. سوره آل عمران، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خداوند سرنوشت ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه اونها خودشون رو تغییر بدن. و عرضم و ضرب الله مثلا، خداوند مثل زده یک قریه ای را که اینا امنیت داشتن، خداوند به اونها نعمت داد، کفران نعمت کردن، بعد رسوا شدن، گرسنگی و بدبختی سراغ اونها اومد، اینها کفران نعمت کردن، قدر نعمت رو ندونستن. و آیات دیگری که اشاره کرد، این نکاتی که اینجا بنده عرض می‌کنم، چون سخنرانی این هفته بنده تکمیل سخنرانی تقریبا 15 روز پیش من است، من اینها رو در اونجا گفتم. نگاه حافظ به قضا و قدرهای حتمی و غیر حتمی. مگه ما قضا و قدر غیر حتمی هم داریم؟ بله، من اینها رو خدمتتون عرض کردم. یعنی در اعتقادات ما یه قضا و قدرهایی داریم که متغیر میشه، این هست و مبانیش هست و استدلال هم میشه، چون این عالم عالم امکان است. من استعداد و لیاقت پیدا میکنم، از این قضا و قدر تدبیر دیگری برای من در این عالم رقم میخورد. و این که حضرت علی میفرماید عرفت الله، من خدا رو شناختم، به فسخ العزائم که خدا نقشه ها رو نقشه بر آب میکنه. و عرض کنم رد دل همم، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، همت ها رو نقض میکنه، این همان است. و ما اینا رو من براتون فهرستش رو عرض کردم که قضاهای حتمی داریم، قضاهای غیر حتمی داریم. ببین الان مثلا این شعرها رو جلسه قبلم خوندم، یه چند بیته برای اینکه میخوام تکمیل بشه بحثم. میفرمید که عرض میکنم که بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت، هاتف میخانه رو گفتم کیه، که در مقام رضا باش و چند تا اون پایین ترشه، که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. ما یه قضاهایی هست که نمیتونیم ازش دست برداریم. شما پیر میشی، قدیم به همه بچه ها میگفتن ننه جون پیر شی، چون بچه ها میمردن، معمولا بچه ها میمردن. تو خب بچه که زیاد تولید میشد، مثلا 10 تا 12 تا، تو این 10 تا 12 تا یا 3 تاش میمرد، 2 تاش میمرد، یکیش میمرد، بعد دیگه دعای همه پیر میشه. آقا شما پیر میشی، شما نمیتونی از این فرار بکنی، هر چه قدم شما سنتو نمیتونی تغییر بدی. میتونی کارهایی با خودت بکنی، مثلا بنده عرض کنم رنگ بکنم، اون یکی بکشه، اون کارهایی بکنی، اما هیچ وقت عرض میکنم خدمتتون سنتون تغییر پیدا نمیکنه. اینو قضایی است که شما ازش گریزی ندارید، درد و رنج های گریز ناپذیر، یعنی شما نمیتونی ازش فرار بکنی. اگه بخوای فرار بکنی درد رنج بیشتری بر تو وارد میشه، توجه فرمودید؟ یعنی اگه آدم بخواد از اونها فرار، باید بپذیره، باید بپذیره. وقتی پذیرفت در آغوش میگیره او رو. بنابراین بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم. یعنی حافظ به اختیار معتقده. اگه کسی گفت قضا و قدر رو من اعتقاد دارم، معناش این نیستش که من دست بستم، این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد.
ما طلب میکنیم، ولی تغییر قضا رو که نمیتونیم تغییر بدیم. چرا؟ برای اینکه من ذهنم و هوشم و خلاصه اون آی کیوی من پایینه. حالا اومدم دیگه تمام تلاشمو میکنم که این رشته رو برم موفق بشم، نمره رو بیارم، ولی خب دیگه قضا رو که نمیتونم تغییر بدم، من که نمیتونم مثل اون شخص دیگه بشم. عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت، با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست. عرض کنم که بعد اینجا براتون ذکر کردم به عنوان یک درس که قضا و اراده الهی و مشیت خود که مبتنی بر مشیت خداونده انواعی داره. قضاهایی داریم که اینها حتمی هن و قضاهایی که غیر. از کجا درآوردیم اینو؟ البته تو فلسفه اثبات میشه، دلایل فلسفی داره. یمحو الله ما یشا و یثبتو، یعنی خدا محو میکند اون چرا که مشیتش بوده. محو میشه مشیت، شما یه کاری میکنی این مشیت محو میشه. این هم یه قضا و قدره. یعنی یکی از قانونهایی که خدا قرار داده این هستش که شما وقتی وارد این سالن شدی، اگه این کارا رو بکنی، این در باز میشه یه جای دیگه تر تشویم ولی جای دیگه. این قانون رو اینجا مهندس این ساختمون تعبیه میکنه، میگه اگه کسایی اومدن تو این سالن تمیزی این سالن رو حفاظت کردن، یه دری مخفی هست اینجا باز میشه، میرن اونجا چلو کباب میخورن مثلا. خب این هست، اینو خدا قرار داده. بله، میگه من براتون محو میکنم. یمحو الله ما یشا، خدا محو میکند آنچه را که مشیت کرده بود. و یثبتو و اندهو ام الکتاب، نزد او ام الکتاب است. و الا اگر قضا و قدر به معنای این است که غیر حتمی نداریم، پس دعا برای چیه؟ میگن آقا دعا کن، دعا کن که تغییر پیدا کنه. بله، عرض میکنم خدمتون که بعد اینجا انواع این قضا و قدرها رو براتون گفتم. تکوینیه حتمیه داریم. تکوینی یعنی آفرینش، یعنی خلقت، حتمیه. این دیگه مربوط میشود به خلقت من و حتمیه. من مرد خلق شدم، میتونم اینو تغییر بدم؟ بله، یه تغییراتی ممکنه من میتونم بدم، ولی باز من یه قضا و قدر دیگری رو انتخاب کردم. حالا مثال‌های دیگه‌ای میتونیم بزنیم. اصل خلقت موجودات، این عرض می‌کنم تکوینیه حتمی است. تکوینیه غیر حتمیه یعنی مربوط به آفرینش ماست ولی غیر حتمی است. مثل مقدار عمر، شما میتونید مقدار عمرتو زیاد بکنید، میتونید مقدار عمرتو کم بکنید. به امر عقلی وجود نداره که شما بگی عمر بشر 80، نه، ما میتونیم 85 هم بهتون نشون بدیم. عمر بشر 90، نه، من میتونم 95 هم بهتون نشون بدم. عمر 110 هم میتونم بهتون نشون بدم. 125 هم داشتیم، 160 هم که تو شمال ایران بودش. پس حالا که 160 161 هم میتونه باشه. پس بنابراین میشه عمر رو چیکار کرد؟ آزار پدر و مادر عمر رو کوتاه میکنه. آزار حیوانات، ما یه قوانین داریم به نام قانون حیوان، در عرض کنم که دینمون، به نام قانون حیوان. مثلا شما اگه سوار اسبید حق نداری سوار اسب آب بخوره، این گناه داره. بعد بیای پایین، بعد بیای پایین اون اسب آب بخوره، بعد شما سوارش بشید. اینا به صورت دستوره. دستور مثلا با این چه رفتاری داشته، با این سگ چه رفتاری داشته باشی، با اونا را سگ، بعضیا میگم نجسه و اینا و این حرفا و اینا. خداوند در قرآن سگ را به عنوان یکی از اون افراد کهف نام برده، یعنی جزء افراد کهف. البته این دلیل نمیشه که سگ رو برن تو جاو بخواب و خلاص لیست بزنه و خیلی کارها انجام بده، نه، این دلیل نمیشه، ولی به هر حال قانون حیوان داریم. اوامر و نواهی عزمی حتمی داریم، مثلا اینا قضا و قدرهایی که خدا میگه من حکم کردم که شما عبادت بکنید، حکم کردم که امانت داشته باشید، اینا عزمی حتمی هن. و عزمی غیر حتمی هم داریم. خدا من حکم کرده بر ما، قضا و قدر الهی است ولی غیر حتمی نیست. مثل اوامر امتحانی، خداوند از ما امتحان میکنه، یا اوامر غیر امتحانی. اینها رو همه رو در اندیشه های حافظ ما میبینیم. این شعرهایی که من آوردم، به ناامیدی از این در مرو بزن فالی، اینا خوندم. این ناامیدی که خدا حافظ میگه یعنی نکته امید. آیا کسی میتونه بگه من دستم بسته است و قضا و قدر الهیه و دیگه امید دیگه معنا نداره؟ آیا دیگه اگه دیگه دستتون بسته است و دیگه قضا و قدر الهی است، دیگه امید اینجا معنایی نداره؟ بود که قرعه دولت به نام ما افتد. اینا رو خوندم که تون تون میخونم. طمع ز فیض کرامت مبر، معذرت میخوام، ز فیض کرامت طمع تو جدا نکن، که خلق کریم یا خلق کریم گناه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید. پس برای من راهی هست. پیر دردی کش ما گرچه ندار از زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. اوامر و نواهی امتحانی حتمی که خدا همه ما رو امتحان میکنه، اینا هم قضا و قدره. اوامر و نواهی امتحانی غیر حتمی، اینا هم هر کدومش بحث داره، نمیخوام ورود بهش بکنم. همین که براتون خوندم قبلا، رضا به داده بده، خود حافظ میگه، و از جبین گره بکشای،
که بر من و تو در اختیار نگشاده است. این که اینجا چرا حافظ میگه در اختیار نگشاده است؟ پس حافظ جبریه؟ نه، ببین در یه جایی در اختیار نگشاده است دیگه، در یه جایی است که آقا اینه رزق شما، اینه در این حد تلاش کردی، این دیگه، اینقدر شما طمع نکن. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را، یعنی شکر نعمت به جا بیار، بر نعمتت افزون میشه، اینم یه قضا و قدره. شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگی. این قسمت ازلی چیه؟ ها حافظ مگه به قسمت ازلی متون؟ قسمت ازلی چیه؟ این قسمت ازلی همون است که خدا میگه ما اصاب من مصیبت، هیچ چیزی نیست که به شما اصابت بکنه مگر اینکه در یک کتابی ثبت شده است. خب چند بیت از مولانا براتون بخونم. یه بحثی است مولانا مطرح کرده به نام جف القلم. وقتی که مینوشت دیگه قلم این مرکب خشک میشد دیگه، نمیشد تغییرش بدی. اومدن یه روایتی گفتم که خداوند نوشته دیگه خشک شده، وقتی خشک شد که دیگه نمیشه تغییر داد. خدا نوشته گلیم کسی را که بافتن به وقت سیاه، به آب زمزم کوثر سفید نتوان کرد. این نوشته دیگه، اینو اومدن پیغمبر گفته جف القلم، خدا نوشته اون چی که در کائنات بوده نوشته و دیگه خشک شده. خب چی نوشته؟ مولانا میگه چی نوشته. می فکر نکنید خدا نوشته که این یزید میشه، خدا نوشته که این از که صدام میشه، خدا نوشته که این نمیدونم بشار اسد میشه، خدا نوشته که این کی میشه، این کی میشه، این کی میشه. نه، خود این اینطور نیست. و شما چه بخوای چه نخوای، این باید بر تو مسلط بشه، این باید شاه ظالم باشه، این باید شاه عادل باشه. نه، مولانا برای ما میگه بخش 135 در دفتر پنجم، اول مولانا، این حرفای مولاناست، شعر نگفته اینجا، گوش کنید. جف القلمه، جف القلمه یعنی چی؟ یعنی خدا نوشته خوش شد. خب چی نوشته خدا؟ ها؟ چی نوشته؟ جف القلمه و کتبه، خداوند نوشت لا یستوی طاعه و المعصیه، خدا نوشته معصیت و طاعت با هم برابر نیستن، قضا و قدره دیگه. لا یستوی الامانه و سرقه، درستکاری و دزدی با هم دیگه مساوی نیست، اینو خدا نوشته و خوشکم شده. جف القلم ان لا یستوی شکر و کفران، خدا نوشته شکر و کفران با هم دیگه یکسان نیست. جف القلم، خدا نوشت و خوش شد. چی نوشت؟ اینه نوشت، قضا و قدر اینه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا هیچ وقت اجر آدم خوب و ضایع نمیکنه. این قضا و قدره، قضا و قدر. هیچ کس هم نمیتونه این تغییر بده، هیچ احدی، هیچ کس نمیتونه اجر محسن را تغییر بده. خب حالا یکی میگه آقا من که اینقدر احسان کردم، این خلقو نمیدونه که چه بدبختی ها سر من آوردن. برو آقا، نه، این ما نمیفهمیم که چگونه اجرمون ضایع نشده، ما این رو متوجه نمیشیم. فکر میکنیم که اگه مثلا یه تومن دادیم خدا بعد به ما 100 تومن بده برگردونه. نه، اینها نیست، توجه فرمایید. خب حالا نگاه کنید، حالا شعرهای مولانا همچنین تعویل، تعویل یعنی برگرداندن به اول، متوجه شدی؟ ها؟ شما مثلا یه نفر بهتون یه حرف میزنه، شما این منظوره چیه؟ یعنی اون چی که تو ذهنت اول قصد کردی چیه؟ بگو ببینم. حالا جف القلم رو تعویل کنیم، همچنین تعویل قد جف القلم. مولانا میگه از نظر من تعویل جف القلم یعنی تقدیر الهی که خدا مقدر کرده اینه، بحر تحریز است بر شغل اهم. اهم یعنی شغل و کاری که اهمیت بیشتری داشته باشه. خدا داره شما رو تشویق میکنه و تحریک میکنه برید به سمت کارهای خوب، برای اینکه من براتون یه قضا و قدرهای قرار دادم، شما برید این قضا و قدرها رو انتخاب کنید. یکی از این قضا و قدرها چیه؟ بلا این شکرتم لعزیزن نکن، اگر شما شکرگزار باشید من شما رو اضافه میکنم. یکی از قضا و قدرها اینه که اگه دستگیری از کسی بکنی منم دستگیری از تو میکنم. برو اینا رو انتخاب بکن، اینا رو جف القلم، نوشته شده خوش شده، هیچ کس هم نمیتونه تغییر بده. بله، پس قلم بنوشت که هر کار را، قلم تقدیر الهی اینو نوشت که هر کاری در جهان یک نتیجه ای داره، لایق آن هست تأثیر و جزا. یعنی هر کاری در این عالم یه تأثیر و یه جزایی داره، قطعاً این عواقب به ما هم برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما و ندا، این جهان مثل کوه و فعل ما، ندایی که تو کوه دیدید که صدا میکنید صدا به شما برمیگرده، قطعاً به شما برمیگرده. همین الان من دارم سخنرانی میکنم، این سخنرانی اگر خالصانه باشه به خود من داره برمیگرده همین الان.
برگشتش هم این است که این حرفا رو خود من اثر داره، یعنی خودم رو خودم الان اثر دارم، دارم میگم ان شاءالله اینطوری باشه. پس قلم بنوش که هر کار را لایق آن هست تأثیر و جزا. کج روی جف القلم کج آیدد، یعنی قلم تقدیر الهی برای تو کج میگذاره اگه کج بری. راستی آری سعادت زایدد، یک جف القلم اگه آدم درستکاری باشی در اینجا نیکبختی نصیب تو میکنه. ظلم آری اگر تو ظلم بکنی مدبری بدبخت میشی، جف القلم اینو خدا نوشته. بله عدل آری اگر آدم دادگری باشی برخوری، یعنی میخوری از اون میوه های فضل و رحمت خدا، جف القلم. چون بدزدد دست شد جف القلم، اگه کسی دزدی کرد دستشو قطع میکنن، حال زمان قدیم دستو قطع میکردن، مولانا از مثال های مردم استفاده میکنن، اگه دستشو قطع کردن اینو قلم الهی نوشته، اگه کسی دست درازی کرد دستش کوتاه میشه. خورد باده مست شد، اگه کسی شراب بخوره خلاصه مست میشه دیگه ها، کی اینو مستش کرد؟ خداوند. چون خداوند این شراب اینطوری خلق کرد و اینجوری کرد که اگه بخوری خلاصه خیلی شنگول میشی، بزن تا روشن شی، مگه نمیگن روشن میشی؟ خب اینا خدا کرد دیگه، ولی کی کرد؟ خودش خورد، خودش برداشت، قضا و قدر انتخاب کرد. جف القلم تو روا داری، میگه تویی که میگه جبر تو این عالم و در این عالم اختیاری نیست، تو واقعا به خودت اجازه میدی روا باشد که حق که خداوند همچون معذور آید از حکم سبب. خدا دستش بسته است، ید الله مغلوله، الان نشسته و میگه که نه دیگه، ما گفتیم این آدم بدبخت میشه، اونم بدبخت میشه، اونم خوشبخت میشه، اون خوشبخت میشه، اون چی میشه، اون چی میشه، ما دیگه دستمون بسته است. نه خیر، پیش من چندین میا بخشید. تو روا داری روا باشد که حق همچون معذور آید از حکم سبق، که بعد خدا بهت بگه که ز دست من برون رفته از کار، پیش من چندین میا چندین مزار. چندین مزار یعنی اینقدر گریزاری نکن، نه یا دیگه کار از کار گذشته، توجه فرمودید؟ نه، یه تدبیری میکنیم، توجه فرمودید؟ یه مثال میزنه، همین ویندایر میگه که شما برق خونت رفته، زنگ میزنی مامور برق اینجا گوشی رو برمی‌داره، میگه آقا برق خونه ما رفته، مأمور به شما میگه که شما باید چهارشنبه زنگ می‌زدی. توجه فرمودی؟ این یعنی مأمور میگه من دیگه معذورم، چون چهارشنبه ها جواب میدیم، الان نباید زنگ، امروز پنجشنبه. خب اما اینجا میگه که نه، تو نباید قربانی این حرف بشی که باید چهارشنبه زنگ، بعد بگی آقا رئیس تو میخوام، با رئیسش صحبت کنی، با رئیس که صحبت کنی توضیح بدی اینطوری شده اینطوری شده، برق به این دلیل، همون موقع اون برق شما رو وصل کردن. خدا هم میگه نه اینطور نیست، بلکه معنا آن بود جف القلم، اگه من گفتم جف القلم نیست یکسان پیش من عدل و ستم، فرق بنهادم میان خیر و شر، فرق بنهادم ز بد هم از بتر، بین بد و بدتر من فرق گذاشتم، ذره ای، خداوند میگه من اینو نوشتم، قضا قدر الهی نگه، ذره ای گر در تو افزونی ادب باشد از یارت بداند فضل را. اگه تو نسبت به دوستت ادبت بیشتر باشه، اون سلام نکرد، تو بهش سلام بکن، اون بد تو گفت تو خوبیشو بگو، خدا اینو میبینه، نه اینکه تو بگی نه این به من سلام نکرده منم سلام نمیکنم، نه. قدر آن ذره تو را افزون دهد، ذره چون کوهی قدم بیرون نهد، خدا من به اندازه ذره ای، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره، این قضا و قدره. قدر آن ذره تو را افزون دهد، ذره چون کوهی قدم بیرون نهد، حتی اون ذره به اندازه کوه میشه، یعنی انقدر بزرگ میشه، یک دانه گندم رو که انفاق کردی 700 دانه میشه. پادشاهی که به پیش تخت او، اگه واقعا یه پادشاهی ما داشته باشیم که در حضور او فرق نبود از امین و ظلمجو، آدم درستکار و نادرست پیش اون پادشاه یکی باشن، فرق نبود هر دو یک باشد برش، شاه نبود خاک تیره بر سرش. مولانا میگه که شاه نیست که همه رو مساوی بدونه، یعنی بگه خداوند هم اینطوریه. ذره ای گر جهد تو افسون بود، اگه یه مقدار جهد تو زیاد بکنی، در ترازوی خدا موزون بود، عالم نشون میده. ترازوی خدا فکر نکنید که یه ترازو اون بالاست خدا به ملائکه میگه بکشید، تو همین عالم نظام قضا و قدر نشون میده. معنی جف القلم کی آن بود که جفاها با وفا یکسان بود، معناش کجاست؟ بل جفا را هم جفا جف القلم بلکه قلم الهی تقدیر کرده که ان احسنتم احسنتم لانفسکم، آیه قرآن، و ان اسعتم فلها، اگه خوبی کنی خوبی خودت برمیگرده، بدی هم بکنی بدی به خودت برمیگرده. قضا قدر الهی که اگه من بدی کردم بدی به من برگرده.
این قضا و قدر ایران است. وان وفا را هم وفا جف القلم. حالا یه کسی میاد به مولانا میگه اینقدر این حرفا رو میزنی، خب خدا اینا رو که تقوا داشتن نجاتشون میده، اونایی هم که گناه کردن خدا بالاخره میبخشه دیگه. مولانا میگه نه میبخشه، ولی این کجا و اون کجا؟ دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جانسوز است، اما این کجا و اون کجا؟ شکر مازندران و شکر هندوستان هر دو شیرین است، اما این کجا و اون کجا؟ مردم درواز غار و مردم دریا کنار هر دو عریان هن، اما این کجا و اون کجا؟ بله، یکی به مولانا میگه عف باشد. مولانا میگه بله خدا میبخشه، لیک کو فر امید که بود بنده ز تقوا رو سفید. ولی این کجا؟ اونی که یه بنده ای در اثر شکوه امید تمام صورتش سپید شده و اصلا گناه نکرده. دوز را گر عف باشد جان برد، دوز را گر عف باشد جان برد. اگر دزد عفش بکنن خب دیگه زندانش نمیندازن نمیکشنش، اما کی وزیر و خازن مخزن شود؟ کی این دوز میاد میشه دیگه پیش پادشاه میگه برو انبار ما رو بگیر؟ جز مگر دزدی که خدمت ها کند، صدق او بیخ جفا را برکند. مگر اینکه یه دزدی باشه که بیخ جفا رو بکنه، چون فزیل رهزنی کو راست با زان که ده مرده به سوی توبه تا. فزیل عیاس این یه دزدی بوده، دزد سرگردنه بوده. فوزیل عیاض یکی از تائبان، یکی از الگوها، عارف شد، عارف بزرگی شد، ولی دزد سرگردنه بود، دزد سرگردنه بود، ولی یه تینتی داشت. در یکی از، حالا داستانش مفصله، الان وقت گذشته، در یکی از دزدی هایی که میخواستن دزدی بکنن، یعنی بنا بوده این رئیس دزدا بوده یک قبیله بزرگ، سرگردنه اون قبیله که اینا میخواستن بهش حمله کنن، مسئول قبیله فوزیل رو میبینه نمیشناسه، یه مقدار جواهرات داشته، میگه من اینا رو به شما، طلا و جواهر، به رئیس دزدا امانت میدم که این در امان باشه تا مثلا فردا پس فردا که ما رسیدیم شما به من بگید. بعد حمله میکنن به این قبیله و همه رو میگیرند و هر چی بوده میارند و اینا، میان جلوی فوزیل. بعد این صاحب قبیله میبینه ای این آقای فوزیل رئیس همه این دزدا، بعد دستور میده میگه تمام امانت ایشونو بهش برده. این امانت آقا ما دزدی کردیم، ما رفتیم دزدا، همه اعتراض هم میگه. و بعد در یکی از شبهایی که از دیوار داشته میرفت بالا، از جایی داشته میرفت بالا، آیه قرآن به گوشش میرسه که آیا وقت آن نرسیده که تو هم برگردی. این حالا داستانش مفصله، باید جزء اون تائبین و این متحول میشه. اینجا مولانا میگه که بله ممکنه یه دزدی هم باشه مثل فوزید، چون فوزید رهزنی کو راست باخ زان که ده مرده به سوی توبه تا، وانچنان که ساحران فرعون را روسیه کردن از صبر و وفا. اون ساحرانی که در حضور فرعون بودن ایمان آوردن، روسیه کردن فرعون را، دست و پا دادن در جرم قود، یعنی به جرم، عرض کنم که به انتقام مقتول قاتل را کشتن میشه جرم قود. اینها دست و پاشون رو برید فرعون، آن به صد ساله عبادت کی شود؟ این اینایی که اینا، این حرکت هایی که اینا انجام دادن، با صد سال عبادت نمیتونی به این مرتبه برسی. تو که 50 سال خدمت کرده ای، کی چنین صدقی به دست آورده ای؟ تو که 50 سال عبادت کردی، چگونه تونستی چنین صدقی رو به دست بیاری؟ یه غزل هم از حافظ است که دیگه الان وقت گذشته و ما از حضور همه شما عذر میخوام، عذرخواهی میکنم که این مقدار طولانی شد.